خانوها و آقایون سلام عرض میکنم، روزتون بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. نمیتونم خوشحالی خودم رو از چند تا رویداد امروز پنهان بکنم. اولین موضوعی که بسیار باعث خرسندی و خوشحالی من شد این هست که در پایتخت کشورم عده‌ای از هموطنانم روز تعطیل و استراحت رو کنار گذاشتن و اومدن که با همدیگه حرف بزنن. این یک رفتار فوق‌العاده است، دیالوگ و گفتگو. از این بابت نکته بعد این که با افتخار معذرتون باشم و یک اتفاقی رو که حس می‌کردم در گذشته شاید در کشورم به اون خیلی توجه نمی‌شد و یه مقداری من و دوستانم که این اتفاق رو رقم زده بودیم دلخور کرده بود، بعد از چیزی حدود 10-11 سال مورد توجه اندیشمندان، فرهیختگان و افرادی قرار گرفت که به پدیده‌های اجتماعی اهمیت بدن. از این بابت هم بسیار خوشحال و خرسند هستم. امروز می‌خوایم راجع به یه پدیده‌ای که پیشینیان ما ساختن حرف بزنیم، پدیده‌ای که شهرت جهانی و بین المللی داره و دیگران از ما ارزش و قدر اون رو بیشتر میدونن و شاید این باعث تأسف باشه. پدیده‌ای که در جای جای اون نوآوری و خلاقیت به چشم میخوره، هنر و زیبایی که به انسان روح و انگیزه و امید برای ادامه حیات میده رو شما در بند بند و خشت خشت اون میتونید ملاحظه بکنید. پدیده‌ای که میتونه بعد از 400 سال و اندی هنوز برای کشور ما ارزش اعتبار بیاره و برای ما از بعد اقتصادی ثروت خلق بکنه. پدیده‌ای که هر کدوم از فرزندان ما در هر جای جهان که باشن میتونن به اون افتخار بکنن و به گذشته خودشون. هرچند که اعتقاد من اینه که امروز ملت‌های جهان و بزرگان جهان خیلی با گذشته کاری ندارن. ویژن و چشم‌اندازها رو می‌بینن و روی انسان‌ها، روی سازمان‌ها، روی مؤسسات و روی ملت‌ها قضاوت می‌کنن. ما به آینده چطور می‌اندیشیم؟ این بسیار مهمه، اما گذشته هم می‌تونه بسیار حائز اهمیت باشه. حضار محترم، من میخوام راجع به یکی از پدیده‌های زیبایی که انسان‌ها در کشور ما خلق کردن و اسم اون رو گذاشتن میدان نقش جهان حرف بزنم، جایی که هم سیاست، هم اقتصاد، هم دین و مذهب، هم قدرت نظامی در اونجا شکل و شمایل واقعی خودش رو نشون میداد. پادشاهان صفوی که خالقین میدان تاریخی نقش جهان بودن به غایت زیبایی و هنر رو از استاد علی اکبر معمار اصفهانی خواستند که در اونجا به کار ببرن. من یک جمله‌ای دارم که هر موقع خودمون رو میگم و به یه عده‌ای عرض میکنم خودم از اون لذت ببرم. من میگم معماری شعر قدرته. زمانی که یک ملت همه چیزش فراهم میشه، سیاستش، حکامش، بزرگانش، اندیشمندانش، ادبا، فضلا، مردم عادی همه همدل و همجهت میشن، یه چیزی مثل پرسپولیس خلق میشه. یه چیزی مثل میدان تاریخی نقش جهان. یک زیبایی هایی مثل ساختمان های زیبایی در تبریز، در مشهد، در شیراز و در کرمان و هر جای دیگه ای از کشورمون رو ببینیم، زمانی که مردم دستشون در دست هم دیگه بوده تونستن این زیبایی ها رو خلق بکنن. میدان تاریخی نقش جهان به عنوان یکی از بزرگترین و زیباترین میدان های جهان مورد توجه عموم مردم دنیاست. من یقین دارم، راجع به این موضوع مطالعه کردم زمانی که دانشجوی پی‌اچ‌دی در دانشگاه اصفهان بودم، راجع به این بحث که قرار بود ما از ورود خودروهای سنگین و سبک، موتورسیکلت و غیره به این میدان جلوگیری بکنیم، یک سال با یک تیم راجع به این موضوع مطالعه کردیم. من یقین دارم که بسیاری از مردم در اقصانقاط گیتی قلبشون میتپه که بیان ایران و
و زیبایی های اون رو ببینن، ولی نمیتونن. حالا بگذاریم از این ماجرا، امیدوارم روزی این اتفاق خوب بیفته. ما تصمیم گرفتیم که از ورود وسایط نقلیه به میدان تاریخی و زیبای نقش جهان که میراث فرهنگی ماست جلوگیری بکنیم. حالا شاید بپرسید که چرا این اتفاق افتاد، چرا این به ذهن من و دوستانم و همکارانم رسید که این کار رو بکنیم. به شما یه مقداری بیشتر راهنمایی بکنم. در واقع من سرهنگ حسین حسینزاده، رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان بودم و بعد به عنوان قائم مقام نیروی انتظامی و دانشجوی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری در دانشگاه اصفهان از سوپروایزر و استادم آقای پروفسور زرابی شنیدم که تنها جرم نیست که امنیت و آسایش و نظم رو به هم میزنه، بلکه بی‌نظمی میتونه موجد جرم باشه. از خیلی از بزرگان و اندیشمندان شنیدم که پلیس برای برقراری نظم و امنیت فقط ابزار سلاح رو نداره، فقط زندان و مجازات نیست که موجد عدالت و امنیت میشه. پلیس میتونه با سرمایه اجتماعی، پلیس میتونه با قدرت مردم، پلیس حتی میتونه از ساختمان‌ها، از خیابان‌ها، از رنگ‌ها هم برای پیشگیری از وقوع جرائمی مثل سرقت و ناامنی استفاده بکنه. این در ذهن من بود. بارها و بارها یکی از تلخ‌ترین خاطرات من این بود که زمانی که در پلیس آگاهی مشغول رسیدگی به امورات بودم، مثلا یه چینی یا یه ژاپنی یا یه استرالیایی یا یه آمریکایی یا یه فرانسوی بیاد جلو میز من بیسته و من با شرمندگی بشنوم که در یکی از زیباترین نقاط جهان جیب این آدم رو زدن، دوربین عکاسیش رو بردن. خیلی، هرچند تعدادش کم بود، شاید به اندازه انگشتان دو تا دست من در طول یک سال، ولی واقعا باعث خجالت و احساس حقارت من میشد که من نتونم امنیت اینها رو برقرار بکنم، این اتفاق براشون بیفته. و تصور میکردم اینا وقتی برگردن مملکت خودشون و راجع به اتفاقاتی که براشون افتاده حرف بزنن، دیگران چه قضاوتی خواهند کرد. شنیدم که یکی از اندیشمندان این تئوری رو داد به عنوان نظریه پنجره‌های شکسته. تئوری اینه دوستان، ایشون رفت یه اتومبیل رو در یک جغرافیای جرم که آدمایی بودن که مرتکب جرم شدن، داریم شانتی تاون یا شهرک‌هایی که اطراف کلان شهرها متروپولیس ها شکل میگیرن، یه اتومبیلی گذاشت، یه دوربین هم گذاشت، ظرف مثلا یکی دو روز وقتی برگشتید هیچ چی دیگه از این ماشین نمونده، اتاق اوراقش رو هم بردن. بعد این همین مدل اتومبیل رو یه جایی پارک کرد که اونجا دوربین گذاشت، ولی جغرافیای جرم نبود. یک روز، یک هفته، یک ماه کسی به اون دست نزد. اومد یواشکی شیشه اتومبیل رو شکست و رفت. از فردا شروع شد. یکی دید شیشه شکسته است، دست کرد عینک رو برداشت. یکی دید عینک دید شیشه شکسته است، در ماشین بازه رادیو پخش رو برد. و آرام آرام این اتفاق افتاد. ایشون این تئوری رو داد که بی‌نظمی و شکستن این پنجره میتونه ظرفیت‌های جنایی خفته رو بیدار بکنه و جرم اتفاق بیفته. ما کمک بکنیم که نظم باشه. من وقتی صبح برای ورزش میرفتم میدان تاریخی نقش جهان، میدیدم اتوبوس‌های شش سیلندر که از اگزوزشون دود میومد و این کاشی‌های زیبای 400 ساله داشتن دود می‌خوردن، زمین رو این اتوبوس‌ها و کامیون‌ها می‌لرزوندن، موتورسیکلت‌ها جلو چشم توریست‌ها تک چرخ می‌زدن و بعضن یه سری رفتارهای ناشایست. همیشه به این فکر بودم که خدایا یه طوری به من کمک بکن من بتونم این نابهنجاری رو رفع بکنم. با دوستانم یک سال مطالعه کردیم. عمده‌ترین نگرانی ما نگرانی اقتصادی بود. میدونید که اونجا 200 تا مغازه است، کسبه هستن و هنر ایران رو به معرض نمایش میگذارن. تصمیم گرفتیم که مطالعه بکنیم. وجوه اقتصادی، سیاسی، میدونید اونجا ارتباط مستقیم هم با سیاست داره، در گذشته هم البته اینطوری بوده. علی قاپو نماد سیاست
در میدان تاریخی نقش جهان هست. سردر قیصریه و بازار بزرگ اصفهان که بعد از بازار تهران دومین مرکز اقتصاد سنتی کشورمون هست، در این موقعیت قرار داره و دو تا مسجد که عبادتگاه مردم ما بوده هم در اون موقعیت قرار داره، یکی خصوصی و یکی عمومی. شاید همه شما تو ذهنتون باشه که چرا مسجد شیخ لطف‌الله مناره نداره. مناره ها برای این بوده که اذان بگن و دیگران رو به عبادت دعوت کنن، ولی وقتی خصوصی بوده نیاز به مناره هم نبوده. نهایتاً ما مجموع وضعیت ها رو بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که ما میتونیم از ورود وسائط نقلیه به میدان جلوگیری بکنیم. 29/12/1392 ساعت 7:30 صبح من و همکارم جناب غلامی و تیم پلیس راهنمایی و رانندگی نرده هامون رو گذاشتیم با اندکی استرس، هرچند که سرمایه اجتماعی ما بالا بود و مهمترین موضوع فهم و درک مردم شریف و فهیم اصفهان بود که به ما این امید رو میداد و این اعتماد به نفس رو میداد که شما موفق خواهید شد. نرده ها رو گذاشتیم، از ورود وسایل نقلیه جلوگیری کردیم. ساعت 11 صبح بود، بچهای راهنمای رانندگی به من تلفن کردن که فلان یه تعدادی از کسبه جمع شدن و میگن که آقا شما میدان رو بستید، الان شب عیده، مردم قراره بیان سوغاتی بخرن، ما اینجا مشکل پیدا میکنیم و معترض به این موضوع هستن. من یاد گرفته بودم که در برخورد با مردم یک مؤدب باشم، دو بشنوم. استادم پروفسور زرابی توی یکی از کلاس‌ها میگفت که خداوند به انسان دو تا گوش داده و یک زبان، دو تا بشنوه و یکی بگه. شنیدن هنر. بعد رفتم اونجا و شروع کردیم به صحبت کردن. سعی کردیم اونها رو توجیه بکنیم، ولی تو بازار و اقتصاد کاسب سودش رو میسنجه، خیلی به مسائل دیگه توجه نداره. من دستچک شخصی خودم رو هم برده بودم، دستچکم رو گذاشتم روی میز و گفتم که از 29/12/1392 تا 15/1/1393 این مدت رو در نظر بگیرید، با سال گذشته مقایسه بکنید. در این مدت هر کدوم از شما 200 کاسب ضرر کردید، من از حساب شخصی خودم اون رو پرداخت خواهم کرد. و این در حالی بود که فقط حقوق ماهیانم رو داشتم، ولی اعتماد به نفسم و سرمایه اجتماعی که تصور میکردم بالا بود. دوستان و همراهان عزیز، مردم از ما پذیرفتند و از سال 1392 تا این ساعت این میدان زیبا و بزرگ و بی‌نظیر از تردد وسایل نقلیه ایمن مونده و من بعد از 35 سال خدمت در پلیس که قسمت‌های مختلف بودم، پلیس آگاهی بودم، کلانتری‌ها بودم، مبارزه با مواد مخدر بودم و خدمتگزار شما ملت عزیز و شریف ایران بودم، به شما میگم واقعاً ترافیک میتونه برای ما ایجاد ناامنی بکنه، میتونه ذهن ما رو درگیر بکنه، میتونه موجد خشونت باشه، میتونه تلفات سنگینی به ما وارد بکنه. دوستان، سال گذشته ما چیز حدود 18,000 نفر از هموطنانمون رو در تصادفات وسایل نقلیه از دست دادیم. خطر از این بزرگتر؟ حالا اتفاقاتش رو من در صدد بررسیش نیستم، اگر آینده شد چقدر به خودرو، چقدر به راه، چقدر به فرهنگ ترافیک، چقدر به آموزش برمیگرده، اینها رو اصلا قصد ورود ندارم. ولی الان که شما میرید میدان نقش جهان میبینید که خانواده ها تفاوت نمیکنه که از نظر سطح مالی یا معنوی تو چه سطحی باشن، ولی همه دارن از میراث گذشته لذت میبرن. من حس میکنم اگر یه نفر اومد داخل میدان نقش جهان، اون فضای عالی و زیبا، اون متن میتونه به شکوفا شدن استعدادهاش کمک بکنه، اون میتونه به آرامشش کمک بکنه، اون میتونه به سرزندگیش کمک بکنه، میتونه حالش رو خوب بکنه. دوستان، شهرها موجودات زنده هستن. ما به یه بخش شهر که بدون علم و پژوهش و تحقیق دستکاری کردیم و کار اشتباه انجام دادیم، بقیه شهر حالش بد میشه. و اگر یه جای شهر حرکت درستی انجام دادیم، بقیه شهر حالش خوب میشه.
به مصداق خود ما انسان‌ها که اگر یه جایی از اعضای بدنمون درگیر با یه درد یا ناراحتی یا مشکلی باشه، بقیه ما هم اعضای ما هم مشکل پیدا میکنه و ما رو درگیر میکنه. نهایتاً میدان تاریخی نقش جهان امیدوارم برای همیشه تاریخ بسته باشه، اما چیزی که به ما استارت زد که این کار رو انجام بدیم، خب من تا ساعت 4 و 5 بعد از ظهر اداره بودم، بعد از 4 و 5 بعد از ظهر میرفتم سراغ کال سنتر. کال سنتر چیه؟ در اصفهان یه چیزی حدود 4 میلیون تماس 110 با پلیس برقرار میشه و پلیس میگه که الو سلام بفرمایید و پاسخ مردم رو میده. من وظیفه‌م این بود که برم ببینم این 4 میلیونی که دارن به من زنگ میزنن و با پلیس تماس میگیرن، همکارای من چطوری با اونا برخورد میکنن. لابلای اینها میگشتم دنبال تلفن‌هایی که یه مقداری غریب‌تر و غیر معقول‌تر و حالا غیر معقول کلمه خوبی نیست، نامتعارف بودن. اینا رو انتخاب میکردم و با گوشی میشنیدم. یه روز بعد از ظهر یکی از این شماره‌ها رو زدم. خیلی جالبه. دیدم که یه خانومی که معلومه ایرانیه، اما لهجهش لهجه سلیس و روانی نیست. گفت الو سلام پلیس، بله بفرمایید، عصر شما بخیر. گفت که من 4 سالم بوده از ایران رفتم، ساکن سیتیزن هلند هستم، الان 70 سالمه، 65 سالمه. بعد با دوستانم یه تیمی تشکیل دادیم، از اونها دعوت کردم، خوب التفات بفرمایید هموطنای عزیز، از اونها دعوت کردم که بیاید و کشور من رو و زیبایی های کشور من رو ببینید. اون طرف دنیا داره به ایران افتخار میکنه. یه تیم تشکیل دادن، با هم بلند شدیم اومدیم، تو راه، تو هواپیما، توی ترن، توی اتوبوس برشون تعریف میکردم که میدان نقش جهان، 33 پل، تبریز، مشهد، فلان، مستقیم اومدیم اصفهان. الله الله الله، چرا اینطوری کردید با میدان نقش جهان؟ چرا ماشین میاد؟ چرا اتوبوس میاد؟ خیلی ناراحت شدم. همراهان من با نگاه‌هاشون به من انتقاد کردن، به فرهنگ کشور من انتقاد کردن که شما فرهنگ ترافیکتون ضعیف، اینجا اتوبوس اینقدر باید دود بکنه، ماشینی که زباله میبره، موتورسیکلت بدون کلاه ایمنی با دمپایی با و و و و و. خیلی خجالت کشیدم. گفتم اب نداره، شاید اتفاقه. اونها رو بردم و 33 پل رو بهشون نشون بدم. الله الله الله، خشک شده، آب نداره، پلیس بس داره چی کار میکنه؟ اون فکر کرد که ما باید این مسئله رو حل بکنیم. خیلی به هموطنمون برخورده بود. این زمانی بود که من داشتم فکر میکردم که چی کار بکنم برای میدان نقش جهان. یه حول محکم به من داد که این غیرت ایرانی که اونور دنیا یه عده رو میاره که کشورشو نشون بده، اینطوری آسیب ببینه اصلا این روان نیست به خدا. این به ما کمک کرد، به ما هول داد که بتونیم این اتفاق رو رقم بزنیم. یه چیز دیگه از میدان نقش جهان بگم، خیلی من راجع به این موضوع حرف دارم، ولی یه خاطره. یه آقایی توی میدان نقش جهان، امیدوارم من بتونم دین اخلاقی خودم رو به این مرد بزرگ امروز ادا بکنم، تو این جمع صمیمی، اندیشمند، متفکر و عالی که من افتخار میکنم خدمت شما هستم، یه آقایی به نام دایی نعمت. سورچیه، یه دونه اسب داره، یه دونه کالسکه داره و اونجا ماها که میریم میشینیم روی اون کالسکه دور میدون، میریم اون اسب رنگ و لای صدا میکنه، علی قاپور رو میبینیم، مناره ها رو میبینیم، کاشی ها رو میبینیم، مسجد شیخ لطف‌الله رو میبینیم، زیبایی های اونجا رو میبینیم و لذت میبریم. برای من تعریف میکنم و با هم دوست بودیم. یه وقتایی که من میرفتم اونجا پیش این پیرمرد کاریزما بود، خوشم میومد، میشستیم با هم حرف میزدیم، اون هم به من عنایت داشت. یه روز یه خاطره برای من تعریف کرد. گفتش که جناب حسین زاده، من حدود 30 سال پیش همطوری که داشتم 3-4 تا مسافر آقا و خانم بودن، داشتم میتابوندم به قول اصفهانی‌ها، یه دفعه دیدم یه کیف اونجا افتاده. اسب رو نگه داشتم، اومدم کیف رو برداشتم، به اینها چیزی نگفتم، اونا رو پیاده کردم، کیف رو باز کردم، دیدم پر از طلا. به من قسم خورد، گفت همون روز برای علیق و علوفه اسبم پول نداشتم. تو خدای شکر یه کیف طلا رسوندی. من یه توبره کاهوجو برای اسبم می‌خواستم، یه کیف طلا.
اسبو بستم و کیفو برداشتم و رفتم خونه. خانومم دید من خیلی شنگول و سرحالم، گفت نعمت چی شده؟ خوب سرحالی؟ گفتم اینو پیدا کردم. گفت این چیه؟ گفتم که توی میدون بوده، همین الان میرم یک سوراساتی حداقل برای اسبم. گفت به خدا اگر به دست به اینا بزنی اصلا دیگه رنگ روی من رو. گفتم خانوم یکی ای علنگوار رو میرم میفروشم بعد میام 10 تا میخوریم. گفت به خدا دست بزنی امانت داری، دست بزنی من دیگه همسرت نیستم. از با اصرار و از اون انکار نهایتاً کیفو از من گرفت و گذاشت. یک سال دو سال نوشتم به در و دیوار، دیده بودید قدیمی نوشتن یک کیف مشکی پیدا شده فلان فلان، مثلا منجوق زرد آبی داره، اینها همه جای مغازه ها چسبیدن، پیدا نشد صاحب این کیف. یک سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال از این ماجرا گذشت. من 40 ساله، حالا شدم 65 ساله. دستم به دهنم میرسه، خدای شکر روزی من رسیده، زندگی من بد نیست. 4 تا پسر دارم، 2 تا دختر، 3 تا از پسرام ازدواج کردن. پسر آخرم هر کاری میکنم ازدواج نمیکنه، آسته آسته داره پیر میشه و من دارم و همسرم داریم قصه میخوریم. نهایتاً یه روز که دوباره داشتم تو میدون کار میکردم، دیدم که یه خانم و آقای مسنی اومدن سوار درشکه من شدن، یه دور زدن، آخر سر که میخواستم پیاده شن گفتم که حاج آقا اینجا کسی چیزی پیدا نکرده چند سال پیش. گفتم چی مثلا؟ گفتم یه کیف طلا، ما اومده بودیم اصفهان اینو گم کردیم. گفتم کیف چطوری بوده؟ گفتم مشکی بوده، اینطوری بوده، این بوده، این بوده، این بوده. گفتم امانتتون پیش منه. حالا میخوام ببینید مزدشو خدا چطوری بهش میده. میگفت که اینا رو برداشتم بردم خونه، نهار پیش شما بودن، کیف رو آوردم، تایید کردن، تقدیمشون کردیم، هر کاری کردن که به ما پاداش بدن، گفتیم پاداششو خدا و انسانیت خواهد داد، سپاسگزاریم. رفتن تبریز، بعد از یه مدت زنگ زدن که دایی نمت میشه یه قدم سر چشم رو بذارید، ما ایرانی ها قدرشناسیم، قدر محبت رو میدونیم، اصلا توی خمیرمایه یه فرهنگ ایرانه، بیای مهمون ما باشی. میگفت آقا ما پسرها و دخترها و همه رو برداشتیم و یه مینیبوس رو رفتیم تبریز. آره دیگه باید رفتیم تبریز. تبریز چه اتفاقی افتاد؟ میگفت این خانواده یه دختر داشتن به قایت چه؟ این خانواده یه دختر داشتن به قایت نجیب، زیبا، شریف، تحصیل کرده. پسر من که 10 سال بود التماس میکردم که ازدواج کنه و ازدواج نمی کرد، یک دل نه 100 دل عاشق این دختر خانم شد و الان 5 ساله قشنگترین زندگی رو دارن. 2 تا نوام برام بودن که هم موقع نگاه میکنم حظ میکنم. من عرضم تمام، خیلی ممنونم ازتون، براتون بهترین ها رو آرزو دارم. یه شعر از فردوسی خدا کنه یادم بیاد، همی خواهم از کردگار جهان، شناسنده آشکار و نهان، همه نیکنامی بود یارتان، زهر بد بود او نگهدارتان. خدا نگهدار. متشکرم.